تلاش دانشمندان برای بازگرداندن ماموت‌ها به حیات. دانشمندان آمریکایی قصد دارند با استفاده از فناوری کریسپر ماموت‌های عظیم الجثه که حدود 4000 سال پیش منقرض شدند بار دیگر به حیات بازگردانند. کریسپر یک روش نوین در ویرایش ژن است که محققان از آن به عنوان انقلابی در زمینه ژنتیک یاد می‌کنند. این محققان پیشتر موفق شدند نقش ژنتیک حیوانات منقرض شده مانند ماموت‌ها را از طریق دی ان ای موجود در استخوان‌ها و لاشه‌های آنها بازسازی کنند. اتفاقی که می‌تواند منجر به بازگشت ماموت‌های غول‌پیکر به زندگی شود. از سوی دیگر دی ان ای استخراج شده از ماموت‌ها به دلیل گذشت زمان زیاد دچار آسیب شده است. به همین دلیل دانشمندان قصد دارند با استفاده از مهندسی ژنتیک یک موجود ترکیبی از فیل و ماموت ایجاد کنند که شباهت بسیاری به ماموت ها خواهد داشت. طبق اعلام دانشمندان آمریکایی نخستین جنین ماموت در سال 2027 تولید خواهد شد. امکان ساخت بتن در مریخ با استفاده از ادرار و خون انسان. محققان بریتانیایی روشی ابداع کردند که در آن با استفاده از ادرار و ماده‌ای در خون انسان و ترکیب آنها با گرد و غبار میتوان بتن ساخت. روشی که میتواند امکان استفاده از مصالح ساختمانی در سیاره‌های دیگر به خصوص مریخ را فراهم کند. از آنجایی که انتقال مصالح ساختمانی از زمین به سایر سیارات هزینه بر است، دانشمندان از مدت‌ها قبل به دنبال راه حلی برای این موضوع بودند و در نهایت توانستند ماده‌ای به نام بتن فضایی تولید کنند. پروتئین موجود در پلاسمای خون انسان می‌تواند خاک ماه یا مریخ را به هم بچسباند و ماده‌ای مشابه بتن ایجاد کند. همچنین در صورتی که اوره، ماده‌ای که از طریق ادرار، عرق و اشک دفع می‌شود، به این ترکیب اضافه شود، مقاومت بتن افزایش قابل توجهی پیدا می‌کند. طبق اعلام محققان با استفاده از ادرار، خون و عرق شش فضانورد در طی 2 سال ماموریت میتوان حدود 500 کیلوگرم بتن فضایی ساخت. آغاز بزرگترین آزمایش تست خون در جهان برای تشخیص سرطان. سرویس سلامت عمومی انگلستان بزرگترین آزمایش جهان برای یک نوع تست خون را آغاز کرده که قادر است بیش از 50 نوع سرطان را پیش از بروز علائم تشخیص دهد. این تست خون به نام تست گالری شناخته می شود و می تواند روند تشخیص سرطان را دچار تحول اساسی کند. تاکنون بیش از 100,000 نفر از مردم سراسر بریتانیا در این آزمایش شرکت کردند. تست گالری قادر است اجزایی از دی ان ای که به وسیله تومورها وارد جرن خون می شود را شناسایی کند. اتفاقی که باعث می شود تشخیص ابتدایی ترین علائم سرطان به ویژه سرطان های ریه معده و لوزالمعده که تشخیص زود هنگام آنها دشوار است ممکن شود. ساخت کلیه مصنوعی توسط محققان آمریکایی. محققان آمریکایی توانستند نمونه اولیه از یک کلیه مصنوعی را توسعه دهند که می تواند در بدن افراد نیازمند دیالیز قرار گیرد. این کلیه مصنوعی می تواند چندین فرآیند مهم بدن مانند دفع سموم و مواد اضافی خون را انجام دهد و فشار خون را نیز تنظیم کند. از مزیت های مهم این کلیه مصنوعی می توان به عدم نیاز به مصرف داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی اشاره کرد. داروهایی که به طور معمول به هنگام پیوند کلیه طبیعی و برای جلوگیری از پس‌زدگی عضو پیوندی در بدن مورد استفاده قرار می‌گیرند. این کلیه برای فعالیت نیاز به باتری ندارد و تنها توسط فشار خون کار می‌کند. همچنین عملکرد کلیه یاد شده در مراحل آزمایشی موفقیت‌آمیز گزارش شده است. کمک سیارک نابود کننده دایناسورها به مارها. مطالعه جدید نشان می‌دهد سیارکی که با برخورد به زمین منجر به نابودی دایناسورها شد، عامل موفقیت مارها در گسترش به اکثر نقاط کره زمین بوده است. طبق اعلام دانشمندان، تعدادی از گونه‌های مار توانستند پس از برخورد سیارک با مخفی شدن در زیر زمین و تحمل گرسنگی‌های طولانی مدت از جهان آخر و زمانی آن دوره نجات پیدا کنند. با از هم پاشیدن زنجیره غذایی به دنبال انقراض گسترده در زمین، گونه‌هایی که رقیب مارها محسوب می‌شدند از بین رفتند. در نتیجه این خزندگان توانستند پس از نجات از شرایط دشوار مکانهای مختلف جهان را برای زندگی انتخاب کنند و گونه های مختلفی از آنها به وجود آمد. دانشمندان معتقدند اگر برخورد این سیارک با زمین رخ نداده بود، گستردگی و تنوع امروز مارها در طبیعت ممکن نبود.